نیم ساعت کار من نیست. خب تو ساعت کار من تعیین نمی‌کنی. خب پس شما اومدین تو کوه و بیابون مردم کنترل نه من مردم کنترل نمی‌کنم. ما یه لحظه رو سایه رو برشیم می‌خوایم عکس بگیریم. می‌خوام خودم راحت شما یه یالا بگو. شما یه یالا بگو. شما یه یالا بگو بیا. من به شما بگم که شما به من چی گفتی؟ شما کجا می‌دونی من خانه بادم چیزی که شما به من حرف دارم می‌زنی؟ شما هر یه زشتی زدی به ایشون. شما خودت می‌بخشید بی خودی داری تهمت می‌زنی؟ شما میخواد ببین الان شما چه سن تا بگید نه شما حد بزنید من قضاوت اشتباه من یه لحظه رو برداشتم عکس بگیرم خب و ما از کجا میدیم شما داریم میایین ماموری فلانی نگاه میدونیم من به چی میگم من مامور کجا نیستم خب پس چرا دخالت امور شخصی مردم میکنی کیسی از امور شخصی مردم شدیم من موضوعم نگاه کن شما یه چیز نشدیم به حرف زشت میزنیم تهدید میکنیم میگی تو گونی میذاریمت میبریم این تهدید آدم رباییه ببین آقا این شما تهدید به آدم ربایی کردی ما رو میگی تو گونی میذاریم میبریمت این تهدید به آدم ربایی نه قانون تو کسی رو تو گونی نمیذاره تو شما الان گفتی میذاریمت تو گونی خانم به من چی گفته؟ خانم به شما به چه حقی به من وعدش این کلمه رو میگه؟ رو حسابم رو نکن بذار خانم شما با آرامش شما باشه شما بفرمایید با آرامش برید وایس اخیرا به کارتون برسید شما واسه این آقای بفرمایید شما بفرمایید با آرامش بزنم من میخوام آروم باشم حرف بزنم آروم الان شما حرف بزنم بگو ببینید من شما نه داشتین میرفتین خب باشه شما داشتین میرفتین مگه نه درسته ما برداشتیم یه دقیقه بخوایم عکس بگیریم درسته میگم اینجا یه قانون داره شما اصلا این نوع لخت شدن نه این لخت شدن نیست نه این لخت شدن نیست شما برید زنای عشایه رو ببینید مثلا موهاشون قشنگ معلومه اینجاشون بسته است حجاب اصلا تعریفی که این قانون زورکی گذاشته حجابش تعریفش این نیست شما فکر می‌کنید مثلا ما نمی‌دونیم قوانین رو من خودم سوره نور و نساء هزار بار خوندم هیچ جا نمیگه مو تونو بپوشونین میگه برجستگی های بدنتون رو بپوشونین خب ولی نگفته این نور رو بپوشونین شما به من گوش کنین شما با یه آدم بی سواد طرف نیستی من دارم پی اچ دی میگیرم تحقیق کردم در این مورد نمیخوام خودم رو لخت بکنم برای کسی من اسمم جز بنیاد ملی نخبگان هست خب پس چرا اون حرف زش از دهنتون در میاد از شما بعیده که بلند به ما دو بارم گفتی فاحشه